دوستای عزیزم سلام من مونا هستم و این هفتمین اپیزود از پادکست بیوگرافیه در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم این اپیزود درباره ای آدولف هیتلره اما من میخوام داستان رو یکم پیش از تولد آدولف شروع کنم الویس پدر آدولف پسر نامشروع آنا ماریای اتریشی بود که معمولا تو خونه یهودیای پولدار کلفتی میکرد از اونجایی که جای نام پدر رو توی شناسنامه الویز خالی گذاشتن هیچ راهی برای فهمیدن اینکه چه کسی پدرش بوده وجود نداره چند سال بعد از تولد الویز آنا ماریا با مردی به اسم جان جورج هیتلر ازدواج کرد و کشیش هم طبق معمول همیشه نام فامیلی رو اشتباهی هیتلر ثبت کرد اونا هم مثل بچه های خوب اصلا اعتراضی نکردن و از اون روز به بعد از همین اسم هیتلر استفاده کردن چند سال بعد وقتی که الویز فقط ده سالش بود آنا ماریا مرد اونو اول برای کار فرستادن به مزرعه اقوام ناپدریش اما از اونجایی که اون خیلی بلند پرواز بود سالها تلاش کرد و در نهایت وقتی هنوز خیلی جوان بود تونست در وزارت اقتصاد اتریش کار پیدا کنه این موفقیت خیلی سریع اونو به طبقه متوسط جامعه وارد کرد و بهش اجازه داد تا زندگی راحتی برای خودش بسازه الویس هیتلر دو بار ازدواج کرد و طلاق گرفت تا اینکه با همسر سومش کلارا آشنا شد اونا صاحب دو تا فرزند شدن که هر دوتا در نوزادی مردن تا اینکه در نهایت در 20 آوریل 1889 یه پسر سالم به دنیا اومد که اسمشو گذاشتن آدولفوس هیتلر. چند سال بعدم صاحب یه پسر دیگه به اسم ادموند شدن. آدولف کوچولو از همون اول سرکش و تنبل بود و به هیچ عنوانم اهل درس و مدرسه نبود. الویس پدر خیلی خشن و ترسناکی بود و مدام اونا رو کتک میزد و اذیتشون میکرد. اما برعکس از اونور مادرشون خیلی زیادی مهربون بود و مهم نبود که اصلا چقدر بد رفتاری کنن بازم به شدت لوسشون میکرد. وقتی که آدولف هشت ساله بود شروع کرد به آواز خوندن توی گروه کور کلیسا. مادرش بهش گفت که اون با استعدادترین پسر کوچولوی گروه و حتی براش معلم خصوصی آوازم گرفت. چند وقتی که گذشت اون به والدینش اعلام کرد که میخواد در آینده کشیش کاتولیک بشه. از همین الانم هم موعظه و هدایت بقیه بچه‌ها هم شروع کرده. تا اینجای کار یه نور کمجونی برای اینکه اون بتونه در آینده یه آدم نرمالی بشه وجود داشت اما متاسفانه کمی بعد آدولف و ادموند هر دوتاشون سرخک گرفتن آدولف خوب شد اما ادموند مرد قبرستونی که ادموند رو توش دفن کردن خیلی نزدیک به خونهشون بود احتمالا همین موضوع باعث شد که اون نتونه ماجرا رو پشت سر بذاره و به زندگی عادی برگرده. آدولف 11 ساله به شدت افسرده شده بود. اون بیشتر وقتش رو توی قبرستون میگذروند و شبا تا دیر وقت کنار قبر ادموند دراز میکشید در حالی که به ستاره نگاه میکرد بلند, بلند بلند با برادر کوچولوش حرف میزد. توی روانشناسی یه مبحثی وجود داره به اسم عقده مسیح. وقتی که توی دوران کودکی یه همچین واقعی ناراحت کننده برای کسی اتفاق میافته، چون بچه توانایی درک شرایط رو نداره و نمیتونه برای خودش توضیح پیدا کنه که چرا اون مرد اما من زنده موندم ممکنه که به این نتیجه برسه که برای اینه که من فرد انتخاب شده و خاصی هستم که خداوند منو انتخاب کرده تا آدم مهمی بشم این افراد معمولا بزرگ که میشن و زندگی روی سختش رو بهشون نشون میده و معلوم میشه که اصلاً هم خاص نبودن و از این خبران نیست معمولا دست به خودکشی میزنن که خب درباره هیتلر هم همین اتفاق افتاد بر اساس گفته های خود هیتلر اون به شدت از پدرش میترسیده و فقط مادرشو دوست داشته نمیدونم شاید پدرش سعی میکرده با اون روش غلط دیسیپلین و مسئولیت پذیری رو بهش یاد بده اما به هر حال اونقدر زنده نموند که واقعا بتونه موفق بشه و وقتی که آدولف 14 ساله بود مرد و اونو با مادر زیادی مهربونش تنها گذاشت تازه 16 ساله شده بود که تصمیم گرفت ترک تحصیل کنه مادرش مخالفتی نکرد و به جای اینکه رو ترغیب کنه که توی زندگیش یه هدفی داشته باشه بهش اجازه میداد که بیکار و علاف برای خودش ول بگرده اونها یه خانواده طبقه متوسط بودن و حالا که پدر مرده بود مادرشون پول زیادی نداشت و مجبور بود که با یه بودجه مشخصی زندگی کنه اما آدولف جوون علاقه داشت لباسای لوکس و گرون قیمت بپوشه و اطراف شهر بچرخه و وانمود کنه که مرد جوون ثروتمندیه اون هرگز توی زندگیش درست حسابی کار نکرد مادرش انقدر لوسش کرده بود که واقعا باورش شده بود که فقط به افتخار اینکه وجود داره دیگران باید هر چیزی رو که میخواد بهش بدن هر وقت کسی ازش میپرسید که قصد داره با زندگیش چی کار کنه با اعتماد به نفس اعلام میکرد که به زودی بزرگترین هنرمند اروپا میشه به همین دلیلم هم برای مدرسه هنرهای زیبای اتریش درخواست داد اما رد شد اون انقدر به خودش مطمئن بود که این خبر براش مثل تیر غیب بود از اون بطرین که توی همون سال یعنی وقتی که آدولف 18 ساله بود مادرش هم بر اثر سرطان از دنیا رفت. این واقعه کاملا خوردش کرد. حالا ناگهان همه دنیاش ریخته بود به هم. پس به وین نقل مکان کرد و با پولی که بهش ارث رسیده بود شروع کرد مثل یه پادشاه زندگی کردن. اون هنوزم هیچ قصدی برای کار پیدا کردن نداشت. روزا تمرین نقاشی میکرد و هنوزم امید داشت که یه روزی بزرگترین هنرمند اروپا بشه. پدرش برای جمع کردن این پول که در واقع قرار بود پول بازنشستگیش باشه همه عمرش کار کرده بود. آدولف جوون تمام اون پول رو در عرض یک سال خرج کرد. اما وقتی که پول تکشید کشید مجبور شد بره تو پناهگاه های دولتی بی خانمانا زندگی کنه. در حالی که شدیداً به پول احتیاج داشت و وضعش خیلی بد بود به همه اقوامش نامه نوشت و ازشون درخواست کرد تا خرج زندگیش رو تأمین کنن تا اون بتونه به عنوان یه هنرمند زندگی کنه. همه فامیلم در جواب نامش بهش گفتن که بهتر بره برای خودش کار پیدا کنه. اما فقط یکی از امهاش هاش راضی شد که فقط برای نیازهای ضروریش براش یه مقدار خیلی مختصری پول بفرسته. اون شروع کرد با همون پول خیلی کم زندگی کردن تا اینکه بالاخره بعد سالها تمرین روزانه تونست یه پول خیلی مختصری از فروش نقاشی های آبرنگش به توریستا به دست بیاره. اما این پول هرگز برای خرج زندگی کافی نبود کاملا واضح بود که این کار هرگز به هیچ جا نمیرسه هیچ آینده براش وجود نداشت پس در سال 1913 به مونیخ آلمان نقل مکان کرد و با شروع جنگ جهانی به ارتش آلمان پیوست به خاطر نظم و دیسیپلینی که در ارتش وجود داشت و البته اعتماد به نفس زیاد خودش شروع کرد به پیشرفت کردن تا اینکه سرجوخه شد اما آلمان تو جنگ شکست خورد و بازم یه ضربه بزرگ روحی به اون زد اون واقعا از ته قلبش باور داشت که آلمانا باید جنگ و می بردن، اما به خاطر پروپاگاندای یهودی ها این اتفاق نیفتاده. به هر حال بعد تموم شدن جنگ توی سال 1918 قیصر آلمان ویلهلم دوم مجبور شد استعفا بده و در آلمان جمهوری واینمار تشکیل شد. واینمار یه شهر کوچولویی توی آلمان. در اون زمان چون که توی برلین آشوب بود تنها راه این بود که دولت رو توی این شهر تشکیل بدن و این حکومت جدید قرارداد ورسای رو امضا کرد. قرارداد ورسای برای آلمانیا فاجعه بود در بند 231 قرارداد اومده بود که نیروهای متحدین شهادت میدهند و آلمان میپذیرد که همه ضررهای جانی و مالی ناشی از جنگ بر عهده آلمان و متحدانشه در نهایت آلمان مجبور کردند تا در کنار بخشیدن 13 درصد از خاک سرزمینش متعهد بشه تا پول خیلی زیادی رو بابت قرامت به سایر کشورها بابت ضررهایی که بهشون وارد شده بود پرداخت کنه اما جمهوری تازه متولد شده واینمار شرایط خیلی سختی داشت بخشای زیادی از کشور بر سر جنگ نابود شده بود یا آسیب خیلی شدید دیده بود دولت رسما توانایی پرداخت بدهی های کشور رو نداشت از طرف دیگه در همون زمان مردمی که وضع نسبتا بهتری داشتن و توی شهرها زندگی میکردن در حالی که از پایان جنگ خوشحال و از باختن اون به شدت ناراحت بودن شروع کردن به لذت بردن از زندگی تمام دهه 1920 مثل یه پارتی بزرگ و طولانی بود. صحنه کاباره های برلین توی اون سالا هنوزم برای خیلی روزگار طلایی محسوب میشه. میشه گفت با تغییر سبک حکومت و به وجود اومدن یکی از اولین دموکراسی های دنیا در آلمان همزمان یه انقلاب فرهنگی هم اتفاق افتاد. ناگهان انگار همه میخواستن فقط خوش بگذرونن. در جمهوری واینمار هیچ چیز غیرقانونی نبود. الکل، مواد مخدر، تنفروشی، همجنسگرایی، به خصوص کوکائین، مواد مخدر محبوب اون دوران محسوب میشد. حتی تو بعضی از کاباره ها همون دم در که وارد می شدی خودشون بهت کوکائین میدادن. زیاد طول نکشید که آلمان به مقصد توریستایی تبدیل شد که هدفشون جشن گرفتن و خوشگذروندن بود. و البته ناگفته پیداست که کلیسا از این شرایط اصلا راضی نبود. اونا این اوضاع جدید و نفرینی میدونستن که دامن دین و زندگی شریف و سنتی آلمانیا رو گرفته اما در همون زمان زیر گوش مردمی که سرشون گرم پارتی گرفتن بود دولت سعی میکرد با ایجاد پروژه های ساخت و ساز شغل ایجاد کنه اما از اون طرف پول برای پرداخت دستمزدا نداشت پس به جای قبول کردن مسئولیت مشکلات و پیدا کردن یه راه حل درست و اساسی راه ساده تر رو انتخاب کردن و شروع کردن به پول چاپ کردن اگه شما فقط یه دانش ابتدایی از اقتصاد داشته باشید حتما میدونید که چاپ کردن پول بدون پشتوانه یعنی بیشتر کردن مقدار پول موجود در چرخه اقتصاد و این حتما باعث کم شدن ارزش پول میشه اما ظاهرا کسایی که در جمهوری واینمار مسئول بودن اینو نمیدونستند. در نتیجه بین سالهای 1921 تا 1923 آلمان ابر تورمی رو تجربه کرد که در اون ارزش یک دلار آمریکا برابر با چند تریلیون مارک آلمان میشد هر کس که میخواست از مغازه هر چیزی بخره باید با فرقون با خودش پول میبرد بچهها با پولا توی خیابون موشک درست میکردن و شرایط برای همه خصوصا فقیرترا خیلی سخت شده بود توی همون دوران آدولف هیتلر برای خودش یه شغلی در ارتش آلمان به عنوان اطلاع رسان محرمانه دست و پا کرد که به زبون ساده یعنی از شهروندهای عادی جاسوسی میکرد تا دردسر درست نکنن آقای آدولف فیتلر اطلاع محرمانه یه روز توی گرد حزب کارگران آلمان شرکت کرد و اگرچه برای جاسوسی اونجا فرستاده شده بود متوجه شد که با هر چیزی که اونا میگن موافقه اونا یهودی ها رو مقصر همه ی مشکلات میدونستن و میخواستن که آلمان به دوران باشکوه گذشتش برگرده. این گروه کمی بعد به حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان یا همون نازی تغییر نام داد. آدولف فیتلر جوون مامور تلارسانی سری هم تصمیم گرفت که به اون حزب بپیونده. اون توی سخنرانی کردن خیلی خوب بود و توانای جذب افراد جدید داشت. پس تونست برای خودش جایی باز کنه و کم کم همینطور طور که سالا سپری میشد، اونم به پیشرفت ادامه داد تا اینکه در نهایت شد رهبر گروه. بعد در یه حرکت خیلی جالب و واقعا طوفانی در روز 8 نوامبر 1923 خودش شخصا همراه با 2000 نفر از اعضای حزب با خودشون اسلحه و چوب و چماق برداشتن رفتن به زور دولت رو سرنگون کنن و البته که موفق نشدن و همشون به جرم خیانت به کشور افتادن هولفدونی این واقعه در تاریخ به کودتای برحال معروفه هیتلر کودتاچی به 5 سال زندان محکوم شد اما فقط 9 ماه بعد آزاد شد هیتلر دوران زندان رو با نوشتن درباره زندگیش و ایدههاش سپری کرد که نتیجه شد کتاب نبرد من که بعد از آزادی از زندان منتشر کرد تقریبا بلافاصله کتاب شدیدا پرفروش شد و هیتلر رو میلیونر کرد آدولف هیتلر از کتاب نبرد من سالانه یک میلیون دلار اون زمان که تقریبا برابر با 14 میلیون دلار امروز میشه درآمد داشت در اون زمان تقریبا همه مردم به این نتیجه رسیده بودند که جمهوری واینمار یه شکست مطلقه واضح بود که به خاطر ناکارآمدی دولت هر لحظه ممکنه یه انقلاب اتفاق بیفته. بیشتر مردم یا به حزب کمونیسم یا به نازیا پیوسته بودند. در این حال صاحبای کسب و کارا و افراد ثروتمند اصلا دوست نداشتن که کمونیستا به قدرت برسند. پس شروع کردن به حمایت از نازیا با این ایده که این کار باعث میشه که اول کمونیستا به دست نازیا از بین برن، بعد خودشون سر فرصت زیر پای نازیا میزنن و از شهرشون خلاص میشن. فقط مشکل اینجا بود که هنوز درست متوجه نشده بودند که با کی طرفن به هر حال این آبشار پولای جدید اهدایی از طرف سرمایهدارای آلمانی کمک میکرد تا حزب مداوما بزرگتر و بهتر بشه توی جامعه ای که مملو و از فقر بود نازیا هر روز پولدارتر دارتر می و همین باعث می شد که خیلی فکر کنن که نازیسم تنها راه حل خارج شدن از بحرانیه که تا خیر خیره توش گیر کردن. همینطور که حزب به جلو حرکت میکرد همراه با اون هیتلر هم معروفتر و محبوبتر میشد خبرنگارای زیادی شروع کردن به کندوکاف درباره گذشتش چندین مرتبه مجلاتی منتشر شد با این تئوری که پدر بزرگ بیولوژیک مرموز هیتلر در واقع پسر صابخونه یهودی بوده که ماریا اونجا کلفتی میکرده البته خود هیتلر همیشه این موضوع رو شدیداً رد میکرد و میگفت که اینا پروپاگاندای یهودیاس و رگاش پر از خون پاک آریایی هرچند که قیافه کج و موهای سیاهش با اون آریایی چشمابی و بلند ایدئال خودش فرسنگ ها فاصله داشت. خلاصه، دست آخر سردسته نازی های آلمان یه مدارکی پیدا کرد که مادر بزرگ هیتلر ماریا از مردی به نام لیوپولد فرانکنبرگر پول کمک هزینه بزرگ کردن بچه دریافت می کرده. این آقای لیوپولد واقعا پدر بچه ماریا بوده که پسر صابخونه بوده و در زمان تولد بچه هم فقط 19 سالش بوده. کاملا مشخص بود که مردم آلمان عصبانیان خیلی از سعی میکردن تا یه راه حلی برای مشکلات ارائه بدن شاید بشه تا نظام دموکراتیکشون رو از نابودی نجات بدن دست آخر تو سال 1924 یه اقتصاددان آمریکایی به اسم چارلز دا طرحی برای قرض کردن پول از بانکهای آمریکایی و استفاده از اون پولا برای زنده کردن صنعت زغالسنگ آلمان ارائه کرد قرار بر این شد که آلمانا زغالسنگا رو به فرانسه بفروشن و با اون پول بدهیاشون رو پرداخت کنن این طرح معروف شد به طرح دا و برای یه مدتی هم شروع کرد به نتیجه دادن و برای اولین بار بعد از چندین سال اقتصاد آلمان امیدی به ریکاوری پیدا کرده بود اما پنج سال بیشتر طول نکشید که بازار سهام نیویورک سقوط کرد و این تازه آغاز دوران سخت رکود بزرگ بود ناگهان دیگه از پولای آمریکایی خبری نبود همینطور که اقتصاد آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر به سمت رکود و بحران میرفت جمهوری شکننده واینما رو با خودش به پایین میکشید توی همون سال هیتلر توی یکی از گرد همایای حزب با اوا براون آشنا شد. در اون زمان هیتلر 40 ساله و اوا 17 ساله بود. اونا به سرعت به هم علاقه شدن و یه رابطه ای رو شروع کردن. اما به خاطر تفاوت سنی زیادشون هیتلر به همه میگفت که اوا منشی شخصی چه و رابطهشون رو مخفی نگه می داشت. البته دلیل دیگه این بود که میخواست همزمان از بودن با بقیه دوست هم لذت ببره. این موضوع که اون اصلا حاضر نبود اوا رو به عنوان دوست دخترش به مردم معرفی کنه قلب اوای نوجوون رو میشکست پس بعد از سه سال با هیتلر بودن سعی کرد که خودشو بکشه اون به خودش شلیک کرد گلوله البته به قلبش نخورد و نجات پیدا کرد این تلاش بزرگی برای جلب توجه بود که البته موثرم واقع شد اون روز آدولف هیتلر با یه دست گل روز بزرگ قرمز ظاهر شد و گفت که نمیتونه بدون اوا زندگی کنه اونم خوشحال از اینکه نقشش جواب داده به رفتارای دیوانوار و یه نوجوان عاشق ادامه داد مثلا هر وقت که بدون هیتلر غذا میخورد عکسش رو میذاشت سر میز و وانمود میکرد که با همن اون حتی به ژرمن شپرد هیتلر بلاندی هم حسادت میکرد سگ بدبخت هر بار که از جلوی این دختره رد میشد یه لگت نصیبش میشد دهه 1930 با نارامی های اجتماعی که به تدریج داشت به سراسر کشور گسترش پیدا میکرد شروع شد در عین حال حزب نازی هر روز قویتر میشد رئیس جمهور هیندنبرگ به وضوح میدید که ریشه دموکراسی در حال خوش شدن و نازی تهدید خیلی بزرگن. پس به این نتیجه رسید که برای نجات کشور همه حزبا باید به جای رقابت با هم به هم کمک کنند. پس با این که از هیتلر بدش می اومد اما تو سال 1933 اونو صدر آلمان کرد. فقط چهار هفته بعد از اون روز ناگهان ساختمان پارلمان آلمان آتیش گرفت. هیتلر شروع کرد به سر و صدا رو انداختن و ادعا میکرد که این کار کمونیستا بوده و رئیس جمهور رو قانع کرد که قوانینی مبنی بر منع آزادی رسانه و راهپیمایی مسالمت آمیز وضع کنه و البته که همه میدونیم که خود نازیا پشت آتیش سوزی بودن همه اینا برای این بود که از شر رقبا خصوصا کمونیستا خلاص بشن کمی بعد رئیس جمهور هیندنبرگ از دنیا رفت و هیتلر جای اونو گرفت حالا اون همزمان هم رئیس جمهور هم صدر بود تابستون زیبای 34 که از راه رسید خودش به همراه دو نفر از نزدیکترین دوستانش در شبی به نام شب شمشیرهای بوران مهمترین افراد جمهوری واینما را به قتل رسوندن و بعد فعالیت تمام احزاب سیاسی رو ممنوع اعلام کردن در واقع میشه گفت که رایش سوم در شب شمشیرهای بوران متولد شد امپراتوری که قرار بود هزار سال دوام داشته باشه در رایش سوم هیتلر رهبر بزرگ بود و یه شهروند آلمانی هیچ انتخابی نداشت جز اینکه نازی باشه خیلی از مردم امروز که به تاریخ نگاه میکنن با خودشون فکر میکنن که چطور مردم آلمان اجازه دادن همچین اتفاقی بیفته چطور تونستن انقدر احمق باشن که به یه مرد دیوانه قدرت مطلق بدن اما بیاین یه لحظه خودمون رو جای اونا بذاریم وضع زندگی به شدت بده هیچ امیدی برای سیر کردن خانواده یا حتی پیدا کردن یه شغل وجود نداره زندگی ها کاملا بی معنی و نابود شده است بعد یه های مردی میاد با اعتماد به نفس میگه که تو یه آدم خاصی تو عضو یه نژاد برتری و دقیقا هم میدونه که برای مشکلات تو چه کسی رو باید سرزنش کنه و البته که راه خروج از این شرایط رو هم بلده فکر میکنم قابل درکی که چرا آلمانیا به این دام افتادن برنامه هیتلر پیشوای بزرگ برای بهبود شرایط اقتصادی کشور همون روش نبوغامیزی بود که تمام زندگیش ازش استفاده کرده بود به جای کار کردن برای به دست آوردن پول خیلی ساده اونو به زور از مردمی که برای به دست آوردنش به سختی کار کرده بودن میگرفت. یکی از اولین کاراش افزایش ده ممیز نهده همه درصدی حقوقا بود. لطفا توجه کنید این خیلی مهمه یاز ده درصد نبود. ده ممیز نهده همه درصد که البته همه رو خیلی خوشحال کرد. بعدم اعلام کرد که میزان تجارت با سایر کشورها رو کاهش میده و برای برگردوندن آلمان به دوران باشکوه گذشته تصمیم گرفت پول خیلی زیادی رو صرف بهبود و ترمیم ارتش بکنه اما یه مشکل کوچولویی وجود داشت در این نقطه اونا درست به اندازه چند ماه قبل بی پول بودن هزینه این مصارف باید بالاخره از یه جایی تامین میشد هیتلر قصد داشت با اشغال کشورهای دیگه و دزدیدن ثروت مردمشون سرزمینای رایش سوم اداره کنه و خب اگه قرار از کسی دزدی کنی چرا از پولدارترین مردم اروپا شروع نکنی خونه ها آثار هنری طلا و تمام اموال یهودیا ازشون گرفته شد در محله بعد اون شروع کرد به تصفیه نژادی کلیا فقط چون از ریختشون خوشش نمیومد بعدم شروع کرد به بیعتنایی کامل به قرارداد ورسای همونطور که قبلا گفتم آلمان 13 درصد از خاکش از دست داده بود رژیم نازی کاملا موضوع و نقض کرد و به اون نواحی وارد شد اگر چون خودش ادعا میکرد که قصد داره یهودیا رو کاملا نابود کنه اما در واقع این خودش بود که تصمیم میگرفت چه کسی لیاقت زنده موندن داره چه کسی نداره مثلا یه دکتر یهودی به نام ادارد بلاخ که توی ماهای آخر زندگی مادر هیتلر درمانش کرده بود توی همون ماهای اول همراه همسرش در امنیت کامل به سوئیس اسکورت شد و حتی شوفر شخصی هیتلر که یکی از اعضای بلند مرتبه اس بود نیمه یهودی بود چیزی که توی کلاس‌های تاریخ نمیگن اینه که اون نمیخواست فقط یهودیا رو نابود کنه بلکه قصدش از شر مسیحیت هم خلاص بشه و البته تا حدود زیادی هم موفق شد روزای اول که تازه به قدرت رسیده بود سخنرانیاش پر بود از امید اون مردم رو تشویق میکرد که با همسایه هاشون مهربون باشن به فقرا کمک کنن در برابر بی‌عدالتی بیستن و حتی جمله هایی میگفت مثل اینکه من عقیده دارم که امروز از طرف خداوند بزرگ به این کار معمور شدم و از این حرفا حتی توی یه جایی گفته بود که از آتئیسم متنفر و قصد دار اونا رو نابود کنه اما اینا همش بازی بود سیاستمدارای زیادی در طول تاریخ و حتی در همین دوران اخیر از این کارا کردن و بازم میکنن یه عکس یادگاری با پاپ دو تا نقل قول از انجیل تا مردم یه احساس خوبی بهشون دست بده و بعد از رسیدن به قدرت تازه روی واقعیشون رو نشون میدن واقعیت هم این بود که کلیسا گول خورد و از به قدرت رسیدن اون حمایت کرد چون فکر میکردن که پیشوا با دوباره برقرار کردن سنت های آلمانی میتونه با انحطاط اخلاقی که جمهوری واینمار ایجاد کرده بود مبارزه کنه اما اینام نفهمیده بودن که با کی طرفن توی دهه سی در حالی که اقتصاد در حال سقوط بود آلمان به یه ناجی احتیاج داشت هیتلر تصمیم گرفت که خودش این نقش رو بازی کنه و بعد از رسیدن به قدرت مطلق شروع کرد به جانشین کردن مسیحیت با کلیسای نوین رایش کلیسایی که در اون خدای جز هیتلر وجود نداشت و نازی هم خوشحال بودن که اونو مسیح آلمان قلمداد کنن این کلیسای نوین رایش قوانین جدیدی هم داشت هیچ کشیش یا حتی راهبی حق سخنانی در کلیسا نداشت مگر اینکه توسط حزب تایید میشد انجیل و تصاویر مذهبی از کلیساها جمع شد و با کتاب نبرد من و های پیشوا جایگزین شد. صلیبا برداشته شد و به تواستیکا یا همون صلیب شکسته نشست. همون آدمی که قبلا از انجیل نقل قول می کرد بعد از به قدرت رسیدن می گفت که اینا یه سری افسانه است که یهودیا از خودشون درآوردن تا اینکه بالاخره در سال 1945 انجیل در آلمان ممنوع شد اون حتی ده فرمان و با دوازده تا فرمان از خودش جایگزین کرد مثلا اینکه خونتون رو خالص و شرافتتون رو مقدس نگه دارید رسوم پدرانتون رو حفظ کنید و گسترش بدید با کار و از خودگذشتگی به مردم خدمت کنید به پیشوا و رهبرتون احترام بذارید و از اینجور حرفا هیتلر حالا کلیسا کتاب مقدس و حتی دعای خودش رو داشت که هر روز بچه ها توی مدارس آلمان میخوندن. آدولف هیتلر ناجی و قهرمان ماست اون بهترین فرد روی کره زمینه ما برای هیتلر زندگی میکنیم و برای هیتلر میمیریم اون پیشوای ماست که دنیای نوین دلیلی رو رهبری میکنه اما سوالی که پیش میاد اینه که وقتی که همه این اتفاقا داشت میافتاد مسیحیای معتقد و کشیشا دقیقا کجا بودن واقعیت اینه که بیشترشون از اینکه مخالفتی بکنن به شدت میترسیدن در نهایت 3000 تا پروتستان اعتراض کردند که البته به هاشم پرداختن 700 تاشون در دم کشته شدن بقیه فرستادن به اردوگاه کار اجباری و البته که در تمام این سالها و در کنار تمام این اتفاقات مهم هیتلر همزمان با مشروعه های متعددش روزگار خوشی رو سپری میکرد و اوای بدبخت که هرگز نتونسته بود توجهی رو که میخواست دریافت کنه این بار با قرص خواب دست به خودکشی زد و البته بازم نجات پیدا کرده در عوضش یه سری هدیه از هیتلر گرفت به سال 36 که میرسیم آلمان نازی با ایتالیایی تحت فرمان موسولینی قرارداد همکاری امضا کرد توی همین زمان انگار که دنیا به اندازه کافی آشفته نبود ژاپن هم به چین حمله کرد در اون زمان ژاپنیام هم همین ذهنیت حمله و اشغال سایر کشورها را داشتند پس اونا هم به آلمان و ایتالیا پیوستن و هر ستایی با هم شروع کردن به برنامه ریزی برای یه دنیای جدید هیتلر شروع کرد به ساختن اردوگاه‌های کار اجباری چون استفاده از برده‌های کارگر هزینه‌های تولید و به شدت کاهش میداد. با استفاده از انواع روش های غیر انسانی رایش سوم هر روز قوی تر می شد. تا اینکه تو سال 1939 بالاخره جنگ جهانی دوم شروع شد در طول جنگ میلیون ها نفر کشته شدند فقط به خاطر اینکه یه مرد خودخواه تصمیم گرفته بود هر چیزی رو که میخواد به زور بگیره و یه درم راضی کرده بود که باهاش همکاری کنن. داستان روزای جنگ رو که همتون میدونین هیتلر در اون دوران تمام تلاشش رو کرد تا با انواع و اقسام روش های بیرحمانه و حتی سنت شکنانه مثل مواد مخدر دادن به سربازای خودش پیروز بشه یکی از دلایلی که نیروهای آلمانی انقدر سریع حرکت میکردن و بیرحمانه میجنگیدن اینه که مواد مصرف میکردن یه نوعی از مواد باعث میشه که فرد برای چند روز متوالی نخوابه و همین طور یه ضرب کار کنه یه سری دیگه از مواد هستن که روی بخشی از مغز اثر میذارن که مسئول همدردیه. اینطوری سربازای هیتلر مردم رو میکشتن و شکنجه میکردن بدون اینکه حتی ذره احساس گناه بکنن به هر حال بعد از سالها جنگ و ویرانی جنگ جهانی رو به پایان بود شکست آلمان برای همه روشن شده بود و هیتلر همراه افراد نزدیکش توی پناهگاه زیرزمینی توی برلین پنهان شده بود توی اون روزا هیتلر که به اثر بیماری پارکینسون لرزش نسبتا شدیدی گرفته بود بالاخره قبول کرد که با اوا ازدواج کنه تنها به این شرط که اونم به همراهش خودکشی کنه اوا با خوشحالی پذیرفت و توی مراسم ازدواجشون که احتمالا یکی از غمانگیزترین ازدواجهای تاریخه لباس سیاه پوشید و جوزف گابلز مراسم ازدواج رو اجرا کرد به عنوان آخرین دستورش هیتلر درخواست کرد که بدنش بعد از مرگ سوزونده بشه وقتی که در نهایت سربازای روس وارد پناهگاه شدن معلوم شد که فقط جمجمه و چند تا استخون از شعله ها نجات پیدا کرده برای سالها اتحاد جماهیر شوروی اجازه نمیداد هیچ کس به استخونا دسترسی داشته باشه و از اونجایی که اون استخونا میتونست متعلق به هر کسی باشه خیلی ها فکر میکردن که این برای اثبات مرگ اونا کافی نیست همین موضوع باعث ایجاد انواع و اقسام تئوریای توطئه خیلی جالب و سرگرم کننده شده بود مثلا یه عده‌ای میگفتن که اون با زیر دریایی به آرژانتین فرار کرده حتی کانال هیستوری اپیزود کامل و به فرار هیتلر رو اینکه چطور همچی چیزی میتونسته اتفاق بیفته اختصاص داد از اون هم جالب تر یه عده باور داشتن که نازیای کلونی در سمت تاریک ماه درست کردن و بعد جنگ رفتن اونجا اما بالاخره تو سال 2018 دانشمندا تایید کردند که دندونای جمجمه موجود در روسیه متعلق به هیتلر و یه بار برای همیشه مردم میتونن مطمئن باشن که یکی از شیطانی ترین مردای تاریخ در سال 1945 در پناهگاهش مرده خب دوستایی عزیزم ممنون که تا آخر اپیزود همراه من بودین لطفا اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید خدا نگهدار